با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 31 ماه سرطان سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. تلاش حکومت برای برقی سازی بیشتر از 46 گونه خدمات عامه. وزارت مالیه میگوید که تا یک سال دیگر مراکز آسان خدمت در سراسر کشور آغاز به کار خواهند کرد. مسئولان وزارت مالیه میگویند که با به کار شدن این مراکز بیشتر از 46 نوع خدمات عامه در کشور با هزینه کم و با شیوه آسان ارائه خواهند شد. از سوی هم بر بنیاد یک تفاهمنامه وزارت مالیه مکلف است که در چارچوب برنامه آسان خدمت سیستم خدمات عامه را در دادگاه عالی برقی سازد. زرمینه محمدی گزارش می‌دهد. بر بنیاد یک تفاهمنامه میان وزارت مالیه و دادگاه عالی به زودی بخش از خدمات عامه در دادگاه عالی که شامل تدارکات، اجرای قبولجات و نکاحت ها می شود با شیوه های برقی ارائه خواهند شد. هدف اصلی از او عرضه خدمات آسان برای هموطنان محترم ما در سراسر افغانستان است. در این حال رئیس دادگاه عالی میگوید که در کنار اصلاحات در نهادهای قضایی کشور، عمل شدن خدمات عامه در چارچوب برنامه آسان خدمت میتواند مشکلات را در این بخش کاهش دهد. اطمینان میتونم که انشالله خدماتی که از طرف محاکم ما، از طرف شعبات همکار محاکم ما صورت میگیرد در یک شفافیت کامل و تا اندازه‌ای که ممکن است و زودترین فرصت این خدمات برای مردم عرضه خواهد شد. از سوی هم مسئولان وزارت مالیه میگن که برای تنظیم خدمات در چارچوب برنامه آسان خدمت در کشور قانونی را ساختند که با تطبیق آن از نابسامانی ها در نهادهای دولتی جلوگیری خواهد شد.